شاه ایران قبل از ترک ایران دو هفته پیش با نظامیان دیداری داشته است تا بتواند با کمک آنان به قدرت بازگردد. نوار مکالمات آنان نیز چند روز پیش به دست سی بی اس افتاده است. توسط ایجاد نفرت و دشمنی میان مردم و نظامیان و اجازه به نظامیان برای کشتن مردم میتوان وخامت و دشمنی میان مردم و نظامیان را بیشتر کرد. سپس یک جنگ داخلی طولانی میان مردم و نظامیان به وجود خواهد آمد که به ما اجازه میدهد که وقت به دست آوریم تا اقدامات لازم را انجام دهیم. ضمناً میتوانیم وانمود کنیم که تا حدی با خواسته های مردم موافقیم و طی مرور زمان با به دست آوردن تجربه می توانیم قدرت خود را گسترش دهیم. در کل به مردم نباید زیاد آزادی داد، چون که مردم ایران ثابت کردند که لیاقت آزادی زیادی که من به آنان دادم را ندارند. ما باید یک نیروی امنیت پرقدرت برای جایگزینی ساواک ایجاد کنیم، زیرا برخلاف تمام دستورات ما به رئیس سابق ساواک مبنی بر دستگیری و از بین بردن مخالفان حکومت شاهنشاهی، هنوز شاهد بیشتر شدن تعداد آنان و اتحاد آنان هستیم که منتهی به تمام این وقایع شده است. دیگر این بار به مردم حتی کوچکترین زمان را برای گسترش مخالفتشان نخواهیم داد.